انواع مقاومت. بزرگوار، مقاومت ها جهانی هن. انواع مختلفی دارن، دستبندی های مختلفی دارن، از مناظر مختلف دستبندی میشه. من یه دستبندی خوشگل اینجا برات انجام دادم، فقط به جهت اینه که فهم بهتری ایجاد بشه، وگرنه ممکنه بری یه جا سرچ بکنی تو کتابی، تو سورسی، منبع خارجی، جایی ببینی دستبندی های دیگه هم هست. میخوام بگم اونا هم درسته. دقت کردی؟ این منظر، این بعدی که من برات باز میکنم فقط یه دید کلی بهت میده که ما چه نوع مقاومت هایی داریم وقتی میخوام تو میدان استفاده بکنیم. اوکی؟ خب بیا رو تابلوتا برات توضیح بدم. اینجا می‌نویسم انواع مقاومت. خوب به این دستبندی دقت کن. به طور کلی ما دو دسته مقاومت داریم. چند دسته؟ دو دسته. یا ثابتن مقاومتامون، مقدارشون ثابته، یا متغیره. یعنی چی؟ یعنی یا یک مقدار دارن در آن واحد، تو مدار که قرار میگیرن یه مقدار دارن، یا نه وقتی میذاریمشون تو مدار میتونیم تغییرشون بدیم، میتونیم مقدارش برای خودمون دستکاری بکنیم، کم کنیم، زیاد کنیم. ها الان توضیح میدم. خیلی خوب، خود این مقاومت ثابته بزرگوار به چند دسته تقسیم میشه. یک، مقاومت زبانه ای، درست شو. دو، مقاومت اینجا می‌نویسم ثابت. سه، مقاومت قابل تنظیم. آقای فردی میشه توضیح بدی؟ آره قربونت برم. ببین تو رسته، تو دسته مقاومت‌های ثابت ما سه دسته مقاومت داریم. یه دسته‌اش اونان که ثابتن. یعنی چی؟ یعنی یک مقدار داره، روی مقاومت یه مقدار نوشته شده. مثلا نوشته 2 اوم، نوشته 10 اوم، نوشته 40 اوم، یه مقدار داره. اوکی، من میرم این مقاومت 50 اوم، 100 اوم، هر مقداری که دلم میخواد میخرم از بازار، میذارم توی مدارم و ازش استفاده میکنم. عزیز، مقدار این مقاومت به هیچ عنوان قابل تغییر نیست. پس تو انتخابش باید دقت بکنی، باید تو انتخابش دقت بکنی، وگرنه اگه اشتباه انتخابش کنی یا مقاومت میسوزه، یا پولت رو دور ریختی، یا مدارت آتیش میگیره، یا اتفاق این تیپی میفته. پس مقاومت ثابت، مقدارش ثابته، تو انتخابش باید دقت بکنی. همین. پس این هیچ. مورد بعدی، مقاومت زبانه ای. معمولا اینا 4 تا پایه میتونه داشته باشه. معمولا ممکنه یه جا 6 تا پایه داشته باشه، یه جا 8 تا پایه، یه جا 2 تا پایه. مقاومت زبانه ای اینجوریه که میگه آقا من 4 تا پایه در اختیارت قرار میدم، بسته به این که تو بین کدوم یکی از این پایه ها را تو مدار قرار بدی میزان مقاومت تغییر میکنه. یعنی چی؟ فرض کن من بیام 4 تا مقاومت اینجوری بردارم و بچینم روی یه دونه مدار به این صورت. خب این میشه یه خروجی، این میشه یه خروجی. حالا دقت کن، اگه من این دو سر را بگیرم و بکارم تو مدارم یه مقاومت به من میده، اگر این دو سر رو استفاده بکنم یه مقاومت دیگه به من میده، اگر این دو سر رو استفاده بکنم یه مقاومت دیگه ای به من میده. فرض کن این 2 اوهمه، این 4 اوهمه، این 6 اوهمه، مثلا این 8 اوهمه. خب اگه من این دو سر رو بگیرم چقدر بهم نشون میده؟ اگه این دو سر رو بگیرم چقدر نشون میده؟ مجموع اینا. ببینی؟ یعنی بسته به این که من از کدوم دو تا پایه دارم استفاده میکنم، نوع مقاومت هم متفاوت میشه. ولی اگر اومدم اون دو تا پایه متناظر، یا اصطلاحاً اون دو تا پایه‌ای که دلم میخواد رو انتخاب کردم و گذاشتم تو مدار، دیگه قابل تغییر نیست. به میگی مقاومت زبانه‌ای، مثل این مدار میمونه ها، دقیقاً همین نیستا. اینو برای فهم بهتر گفتم، اینو یادت باشه. مقاومت زبانه‌ای چند تا پایه داره، بسته به اینکه کدوم یکی از این پایه ها رو من استفاده بکنم، نوع مقاومت یا مقدار مقاومت میتونه متفاوت باشه، ولی مقدارش قابل تغییر دیگه نیست به هیچ عنوان. و مورد بعدی، مقاومت قابل تنظیم. پس اینم گفتیم. مورد بعدی، مقاومت قابل تنظیم. مقاومت قابل تنظیم اینجوریه که قبل از اینکه بیام بذارمش تو مدار و ازش استفاده بکنم یه بار تنظیمش کنم، ولی وقتی گذاشتمش تو مدار استفاده کردم دیگه به هیچ عنوان در واقع مقدارش قابل تغییر نیست و ثابت. اینو به خاطر همین تو رسته، تو دسته مقاومت‌های ثابت ما میگنجونیمش. گرفتی موضوعا؟ بریم سراغ مقاومت متغیر.
مقاومت متغیر بزرگوار خودش دو دست است. به صورت کلی چند دسته؟ دو دسته. یک، مقاومت‌های متغیر وابسته، مقاومت‌های متغیر مستقل. چی هن نهای فردی میشه باز کنی؟ آره قربونه برم. مقاومت متغیر مستقل یعنی به هیچ استقلال داره، به هیچ چیزی وابسته نیست، یه ولوم داره. دست ما، من مقدارشو که بچرخونم مقاومتش کم و کسر میشه، یا کم میشه یا زیاد میشه. نگاه کن، اینو بهش میگن مقاومت متغیر مستقل. ببین، ببینی؟ واضحه ها؟ مقاومت متغیر ببین، اصطلاحا به این میگیم پتانسیومتر. کامل باز میکنم، نگرانش نباش. فقط کافیه من پیچشو بچرخونم، ولومشو بچرخونم، مقدار مقاومت تغییر میکنه. همین. اوکی. یه نمونه دیگه هم نشوند بدم از مقاومت ها. اینا ببین، این یه نمونه دیگه از مقاومت های متغیر اصطلاحا مستقل. ببین، من این پیچو که بچرخونم، نگاه کن، این قسمت حالت اهرم شکل به سمت عقب یا جلو میره و چیکار میکنه؟ مقدار مقاومت تغییر میکنه. میبینی؟ اوکی؟ مقاومت متغیر مستقل دو دست است. یا برای تغییر ولتاژ ازش استفاده میکنن یا برای تغییر جریان. اگه برای تغییر جریان استفاده کنن بهش میگن رئوستا، اگه برای تغییر ولتاژ استفاده کنن بهش میگن پتانسیومتر. پس ما دو تا دسته مقاومت متغیر داریم. چه باید بنویسم؟ متغیر مستقل یا پتانسیومترن برای کنترل ولتاژ، دو یا رئوستا هستن، روستا نیستا، رئوستا، برای کنترل جریان. پر واضحه. چون این برای کنترل ولتاژ به صورت موازی با مدار بسته میشه، کامل توضیح میدم. این چون برای کنترل جریانه به صورت سری با مدار بسته میشه. اوکی، همینجا بذار بحثشو برات بشکافم. فرض کن من یه لامپ دارم، میخوام نورشو، میخوام جریانی که وارد این لامپ میشه رو کنترل کنم. کافیه بیام یه دونه رئوستا، این علامت رئوستاست، یه دونه رئوستا بذارم تو مدار، اینم که منبع ولتاژمه، این همون باتری است. تموم شد. با استفاده از این رئوستا این به صورت سری بسته شد. میبینی؟ به صورت سری بسته شد. من اتصال سری رو کامل توضیح میدم. به صورت سری بسته شد. اوکی؟ جریان کنترل میکنه. اما پتانسیومتر به صورت موازی با مدار بسته میشه. کامل باز میکنم. نگرانش نباش. اصلا نگرانش نباش. خیلی خوب. بریم سراغه. پس متغیر مستقل رو ما فهمیدیم. یه ولوم داشت. با تغییر ولوم چیکار میکنی؟ مقدارش رو تغییر میدی. اوکی. بذارم کنار این دوتا را. بریم سراغ این خیلی مهمه. مقاومت متغیر وابسته. وابسته بزرگوار به این مفهوم که، به این معنی که برای تغییر مقاومت وابسته به یک چیزیه این مقاومت. یک، یا وابسته به نور، بهش میگیم LDR. اوکی؟ Light Dependent Resistor استلاحاً، مقاومت وابسته به نور. دو، وابسته به حرارته، بهش میگیم ترمیستور. وابسته به حرارته. حرارت بود چه گفتم؟ NTC و PTC یه سری فلزاتی داریم، اگر حرارت بدیم مقاومتشون کم میشه یا زیاد میشه، که میتونیم به عنوان سنسور ازش استفاده کنیم. همینه، این همون ترمیستور است. وابسته به حرارته، با حرارت مقاومتش تغییر میکنه. الان نشون دادم کامل یاد بگیری. مورد بعدی وابسته به ولتاژ، خیلی مهمه این، بهش میگن وریستور. توضیح میدم کامل. اوکی. بعضی مقاومت ها مثلا وابسته به میدان مغناطیسیه، بهش میگن MDR. وابسته به میدان مغناطیسیه. اوکی. پس اینا هم در نظر داشته باش. مقاومت های دیگه ای هم داریم که تو خلال کار اگر ذهنم یاری بکنه حتما براتون میگم که کامل یادش بگیرید.